در اولین روز از چهارمین دور مذاکرات صلح سوریه که پنجشنبه در ژنو آغاز شد، نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفان برای اولین بار در یک سالن روبروی یکدیگر نشستند. اگرچه که هیچ ای میان آنها رد و بدل نشد، در آغاز دور جدید گفتگوهای صلح استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، با تاکید بر اینکه هیچ راه حل نظامی برای پایان دادن به درگیری‌های شش سالی این کشور وجود ندارد، گفت: بیایید تنها منفعت سوریه و مردمش را در نظر داشته باشیم. میدانم که کار آسانی نیست، اما بیایید تلاش کنیم با هم دیگر کار کنیم تا به این درگیری وحشتناک پایان دهیم و این کشور را بر پایه های صلح، استقلال و یکپارچگی بنا کنیم. چگونگی انتقال قدرت از عمد محورهای گفتگو طی روزهای آینده خواهد بود، موضوعی که یکی از اختلافات اساسی دو سوی مذاکره است. رئیس کمیته عالی مذاکره کنندگان مخالف بشار اسد همچنین می‌گوید به عنوان مخالفان ما به دنبال نقش مثبت آمریکا در منطقه هستیم تا بتوانیم از شهر داعش خلاص شویم همچنین بتوانیم از ایران و دیگر شبه نظامیان شیعه رهایی یابیم و در انتقال قدرت سیاسی در سوریه موفق شویم خبرنگار یورونیوس میگوید در پایان اولین روز کمیته عالی مذاکره کنندگان مخالف بشار اسد درخواست استفان دمیستورا برای ادغام نمایندگانی از دو گروه مخالف مسکو و قاهره را پذیرفت یعنی مخالفانی که رفتار میانه روتری در قبال دولت بشار اسد دارند بسیاری از تحلیلگران در اینجا این کار را تحمیل استراتژی روسیه بر این دور از مذاکرات آن هم در قیاب نقش مؤثر آمریکا در بحران سوریه میدانند